صدا هست خب اول از همه خیر مقدم و تعجب کردم این همه مشتاق علم هستی ظاهرا صبح جمعه و به نظر من از همه مهمتر سرکار خانم مترجم هستن همزمان زحمتی که ایشون میکشه هیچ کس دیگه تو این جمع نمیکشه تشکرشون <تصفح> بکنم خب این اسلاید رو اگر اوکی. بحثی که من دارم خدمت شما شود که راجع به علم و شبه علم ساینس و سود ساینس یه چیزی ما داریم تحت عنوان مسئله دیمارکیشن مسئله مرزبندی چه چیزی علمه چه چیزی شبه علم و خب دیدم که دوستانم اشاره کردن قبلا هم ظاهرا برنامه هایی بوده که این شبه علم رو بهش تاختن ولی من اومدم اینجا بگم که بازی علم شبه علم به این راحتی نیست تو یه جاهایی ما حالت ابهام رو داریم یه مثال میزنم تو کلاس فلسفه همیشه هستش دیگه از فلسفه زبان میاد. یه سری مردار ما میدونیم که کچلا یه سری مردار ما میدونیم که مودار هم. اما این مرزش کجاست چند تا مومن از یه سر مودار بکنم یه آدم کچل در بیادش این ویگنس رو مدبر. رو همه از اینجا ملاحظه خواهید کرد که وضعیت ما چجوریه. و یه مقداری توی این بازی برای مایی که توی این حوزه داریم فعالیت می‌کنیم به نظر من دست به عصا باید راه بریم. خیلی این شمشیر رو نباید کشید. خب. یه نظرسنجی بکنیم ببینیم که چند چندی. دوستان اینجا چند نفر علوم پایه ای داریم فیزیک، شیمی، زیشناسی دستا رو ببرید بالا لطفا اوکی علوم انسانی چند تا داریم؟ ماشالله مهندسی؟ والا. خیلی پزشکی؟ بو خب خدمتتون عرض شود که دیگه استاد فن هستید، دو، سه تا شبه علم و نام ببرید. هومیوپاتی، طب سنتی، آیروویدیک، نه خب همش طبه، غیر طب چی؟ عرفان حلقه، قانون جذب، دیگه؟ فنگ شویی دیگه طالبینی اصلش طالبینی خب ساینس رو نام ببرید نه خب ساینس دیگه آقا این همه علوم پایه این همه مهندسی این همه علوم انسانی ساینس بگید چیه فیزیک کامپیوتر شیمی ریاضی ریاضی ساینس یا ساینس نیست خب توی فیزیک که حالا یا شیمی که قبولش داریم، هومان ساینس الکترومغناطیس ساینس یا نیست هست یا نیست هست. نظر ریسمان چی؟ کیا میگن هست؟ کیا میگن نیست؟ مکانیک کوانتومی چی؟ هست یا نیست؟ هست نیست خب پس همینجا ما بین علما اختلاف هست پس یه مقداری توصیه میکنم که دست به اثار را بریم کجا این به قول افلاتون تیغ رو داریم میذاریم روی مفصل جهان این اگر یاری کند ما هم یه ذره پریزنسیشن داری بکنیم خب یه تعریف جدیدی از حالا نسبتاً جدیدی از شبه علم هستش خیلی از دوستان لطف کرده بودن صحبتی که کرده قبلا و خود جناب دکتر خیلی کار من راحت تر کرد دیگه حالا من لازم نیستش که هی برگردم ببینید تعریفی که داره میشه برای شبه علم یا سود ساینس به ترتیب میگه که یک موضوعی هستش که در حوزه علم بازی میکنه از لحاظ معرفتی وارنتد نیستش این ممکنه یه ترم تخصصی فلسفه علمی باشه یا اپیستمولوژی باشه برید بعدا نگاه بکنید حالا خیلی به این جزئیاتش کار نداریم ما ولی خیلی مهمه که یه گزاره ای رو یک حرفی رو که ما داریم میزنیم اپیستمیکلی ورنتد باشه یه دکترونی هستش همونطوری که اشاره کردن که یک در واقع تأثیر رو میخواد در من رو شما ایجاد بکنه که این حرفایی که ما داریم میزنیم اپیستمیکلی وارنتد و نکته ای که هستش که حالا از منظر در واقع فلسفه زبانی هم های اهمیت هستش اینه که اینا عمدتا به گزاره ها کار دارند و رو گزاره‌ها در واقع مانور میدن پس این یه تعریفی نسبتاً جدید مال هولوش مثلا 2010 11 هستش و این رو به خاطر داشته باشید که چون روی استیتمنت هستش در پایین سطح یک حوزه است این حوزه رو حالا بهش برمیگردم منظور از حوزه چی هستش خب اما شاخص ها یا سنجه های علم رو ببینیم چی هست شما بر اساس تعریفی که ارائه کردید یه سری شاخص ها رو تو ذهنتون دارید که آقا علم چیه و علم چی نیست اوکی. امروز روز ما میدونیم که علم یک انترپرایزه مشتمل بر یک سری سری اکتورها، یک سری کنشگرهایی درونش، یک سری آدم هاست. علم، کوا علم، علم به ما هو و علم وجود خارجی که نداره که ما داریم میسازیمش. پس یک سری آدم در داخل اینها حضور داره. این آدما چه خصلت هایی دارن؟ یه ریسرچ کامیونیتی داریم ما. یه من به کامیونیتی میگم جرگه. جماعت با جامعه فرق میکنه ها. یه جریه پژوهشیه شما هر دانشگاهی که تشریف ببرید هر مؤسسه پژوهشی که تشریف ببرید میبینید که زیستشناسها ها با شعبات مختلفشون شیمیدان ها با شعبات مختلفشون فیزیک‌دان‌ها تو علوم کاربردی پزشکی مهندسی و غیره از اینا یه ریسرچ کامیونیتی دارن اوکی و منفک از هم نیستن این ریسرچ کامیونیتی که مثلا برای خدمت شما Evolution تکامل هستش در همه جهان برقراره فقط مختص این اتاق خاص نیست که ما رو میرسونه به نکته دوم این ریسرچ کامیونیتی با همدیگه بده بستون دارن بده بستون چی دارن؟ مقاله دارن، حرفایی که دارن میزنن نظریاتی که داده میشه منفک نیستن، منزوی نیستن در جزایر لانگرهاس جامعه گیر نیفتادن نکته سوم این جماعت این جرگه ها آزادی اظهار نظر رو دارن هیچ نمیاد ممانت بکن ازشون اگر حتی همون هر فکر که مثالی که ایشون زده که اون زیستشناس یا حالا هر چیز فرانسوی یه حرف خلافی رم حتی زده هیچکس کس جلوی این آدم رو نگرفته هیچ اتوریتی هیچ نیروی اقتداری نمیاد به این آدم بگه آقا این حرف رو نزن اتفاقا تشریفش میکنن که این حرف رو بزن خب تا سیه روی شود هر که در او قش باشد این ویژگی در واقع کامیونیتی های علمی هستش یه هدف عینی ما داریم در علم هدف های خیالی و واهی نداریم هدف عینی من این هستش که اثبات بکنم جی ام او بده هدف عینی من این هستش که اثبات بکنم اثبات بدی جی ام او بده تو خواب و خیال و رویا برای خودم هدف نمیسازم هدف من کانکریت هستش یه پشتوانه فلسفی داره پشتوانه فلسفی علم که ممکنه خیلی از دوستانی که تو حوزه علم دارن سر کله میزنن باهاش توجه نکنن بعدا علاقه به من میشن این هستش که خب ما یه معرفت شناسی داریم یه اپیستمولوژی داریم باورهایی رو که ما داریم از کجا اثبات میکنیم باور درسته پس بنابراین یک زمینه فلسفی هم داره در حالی که اگر بریم اونور بر نگاه بکنیم ممکنه چیزی که شبه علم هستش این باور فلسفی درست حسابی رو نداشته باشه نکته دوم، نکته حالا دوم بعد از این. آنتولوژی یا هستی شناختی که در حوزه علم هستش طبیعیه، فراتبیعی نیستش. خب؟ ما در حوزه علم با نیروهای فراتبیعی اگر که وجود داشته باشن کاری نداریم اجلتم. معروفه که لاپلاس بزرگ یه مدل از جهان درست کرد برد پیش ناپلئون. ناپلون گفتش که خب خدا اینجا کجاست گفت در این مدل علمی من نیازی به خدا نیست چرا چون این مدل مدل طبیعیه ما به نیروی ماور طبیعی حتی اگر هم باور داشته باشیم نیازی نداریم بیاریمش توی علم وقتی من دارم به آرزونشگاه تیتراسیون انجام میدم من یک پدیده طبیعی رو دارم انجام میدم یه سری مشخصه های علمی هم هستش که مشخصه های منطقیشه رو متودولوژیه اینا خیلی مشالله زیادن انواع اقسام داریم اکوریسی داریم صحت پرسیژن داریم دقت ریپیتیبیلیتی داریم تکرارپذیری، پذیری داریم تکرارپذیری در بازه های زمانی مختلف و غیر از حذف خطا داریم عرض به حضور شما تستبیلیتی داریم اوییدنشال ساپورت ما چیه چه شواهدی برای ما در واقع این نظریه ما رو داره تایید میکنه اینا میگم الا ماشالله خیلی خیلی زیاده ولی کمابیش هر کسی که در حوزه علم داره کار میکنه با اینا سر کله میزنه مجبوره حتی اون کسی که اون دانشمندی که داره میاد میگه که آقا این جی او ها در این موش اومده این تومور رو ایجاد کرده روی این خط رفته جلو دقیقا روی این خط رفته جلو ای خدا بگم چی کارت کنه آه. خب حالا بیایم بر اساس اون قربالی که اونجا گذاشتیم ببینیم که اینا کجای بازی هستن ما در کجای این اقلیم قرار داریم یه سری علوم اصطلاحاً هارد ساینس جا افتاده داریم اون بالاست از فیزیک ذرات بگیرید اه علوم اقلیمی هستش خدمت شما بیولوژی تکاملی بیولوژی مولکولی شیمی غیر ذالک چه سر علوم نرم داریم مثل اقتصاد روانشناسی جامعه شناسی خب یه سری میایم پایین تر چیزایی داریم که تحت عنوان پروتو ساینس بهش میگیم پیش علم هنوز علم نشده یا کوایس های ساینس حالا این هم نمیشه گفت شبه علم کوایسای با سودو فرق میکنه ولی خب مثلا ستی هستش ستی سرچ فور اکسترا ترستریال دیگه هوش فرازمینی رو ما دنبالش بگردیم این رادیو تلسکوپ ها هستش نمیده اون پیام معروف واو که اومده فلان اینا فیزیک ریسمان نظر ریسمان وقتی میاد پیش بینی میکنه که من ده به توان 500 ده به توان 500 لند اسکیپ دارم اینو که میخواد آزمایش بکنه خب روانشناسی تکاملی هم از چی داره میگیره از اون بالا دستی خودش داره میگیره که جزء علوم استابلیش سخته یعنی بیولوژی تکاملی و همین از یه لول پایین ترش داره میگیره روانشناسی تاریخ علمی تاریخ رو بیایم آقا از منظر علمی بررسی کنیم ها؟ یه سری چیزهایی هم هستش که به عنوان سودوساینس میشناسیم مثلا طالبینی اشاره کردن آسترولوژی اینتلیجنت دیزاین کریشنیزم یانگ ارس کریشنیزم این اچ آی رد کردن اچ که آقا اصلا اچ آی وی وجود نداره و همونطوری که مثل همین گفتن نظریه های تو تو و اینجور چیزها. خب اما چرا بیم مثلا این داستان دیمارکیشن رو پیش ببریم بیکاریم سرمون درد میکنه بودجه پژوهشی اضافه داریم یا رساله میخوایم بنویسیم یا مدرکی بگیریم و چه دردمون میخوره اینا یه سری از موارد هستش که چرا به دردمون میخوره چرا مهمه بحث سلامتی و بهداشت و ایناست دوستان بشاره کردن دیگه هومیوپاتی، طب سنتی و امثال هم آیا بیمه های خدمات درمانی، سلامت باید اینا رو تحت پوشش بدن یا نه؟ مگه نمیگید هومیوپاتی درمان میکنه منم میگم قبول خب چرا بیمه خدمات درمانی بیمه تامین اجتماعی اینا رو پوشش نمیده درمان داره میکنه دیگه آقا خب پس این های اهمیت میشه بیایم مثلا دوزینگ رو که میدونید دیگه با این چوبا آبیابی میکنن اینا میگم چیزه؟ آیا اگر زلزله اومد زبونم لال دور از جون همه آیا این دوزرا رو بیاریم تو تیمای نجات و جستجو و اینا عوض اون سگا از دوزرا استفاده کنیم دیگه آب داره پیدا میکنه خب چرا موجود زنده رو پیدا نکنه اصلا بیایم تو واحدهای آتش نشانی یه گروه تشکیل بدیم تو هر پایگاه آتش نشانی داشته باشیم پس اینجا هم باز مهم میشه مثلا آسترولوژی طالبینی اگر بنده رفتم یک کسی رو زدم لطو پارک کردم بردنم تو دادگاه بعد یکی میاد میگه آها این چی چیه فروردینی مغرور بوده این نه اینو ولش کنید ها موقعی که دنیا آمده قمر در اغرب بوده این بدبخ این شکلی شده خدا زدهش این شکلی شده کارش نداشته باشید کدوم قاضی حرف قبول میکنه کلا هاشا هیچ قاضی پس اینم باز مهم میشه توی سیاست گذاری مثلا آیا خرافات رو من لحاظ بکنم یا لحاظ نکنم آقا من میخوام بودجه بندی بکنم سیاست گذاری بهداشتی بکنم خط آهن میخوام بکشم آقا این کوه سیاهه شبا صدای قارقار ازش میاد اینجا خط آهن نباید بره یا ببریمش پنی هزار کیلومتر برتر خب تو تحصیل تو آموزش اصلا چرا بیایم بچه مدرسه ای رو فیزیک بهش بگیم شیمی بگیم ریاضی بگیم اگر ریاضی رو علم بدونیم بیکاریم مریضیم ها چه دردیه چه دردی از ما دوا کرده و میکنه خب پس منظور من این هستش که این نکات مهمه که من بگم آقا این تیغم رو کجا بگذارم ما مواردم هستش دیگه مثلا احضار ارواح باز تو همون دادگاهه یه بدبختی رو کشتن روح مقتور رو بیاریم و بگی آقا رامبوت قاتل منه حالا بیا درستش بکن خب اما مسائلی که خود دیمارکیشن داره این همه که گفتیم حالا داستان چیه؟ تازه گرم شده تمایزی که بین علم و غیر علم ناعلم ناعلم شبه علم نیست چیزی چیزیه که ساینس نیست هنر هنر ساینسه علوم انسانی ساینسه علم خوب و علم بد اون دانشمندی که اشاره فرمودن که اون تومورای کذایی رو دیده اون سودو ساینتیست نیست اون یک ساینتیسته منتهای مرتب بد ساینتیسته چرا چون مثلا اومده پی فاکتوری رو که باید در محاسبات آماری داشته باشه دستکاری کرده عوض اینکه در هزار تا مثلا نمونه کار بکنه تو ده تا نمونه کار کرده خب یا آقای هستش به اسم اندرو ویکفیلد متخصص گوارش در لنست معتبرترین نشریه پزشکی جهان مقاله میده ارتباط ما بین واکسن و اوتیسم خب؟ و میگه این واکسن ام ام آری که ما میزنیم به بچه های مظلوممون چیکار میکنه؟ باعث میشه که یک سری چیزهایی تخصصی منم نمیدونم لیست میکنه خب فلان آنزیم فلان بهمان چیزها اینا از طریق روده جذب میشه میره در مغز و یه کارایی میکنه که باعث ایجاد چی میشود؟ اوتیس میشه. خب. متخصص گوارش، دانشگاه اکس، مجله فلان، پیر ریویو، همه چی چاپ میشه. و یه شرری به پا میکنه. خب. بعدا این مقاله رو پس میگیرن. فقط ویک فیلد خالی هم نبوده های دردوازت های آدم بودن. به مرور که اینا متوجه میشن که چرا متوجه میشن چون همون ریسرچ کامیونیتی هستش دیگه در ال شروع میکنن نقد کردن آقا اینجا ایراد داره این مقاله اینجاش ایراد داره اینجاش این سودو ساینتیست نیست اندرو ویکفیلد که از مقام علمی خودش خرق میشه هیچ کس نمیاد بهش بگه آقا تو سودو ساینتیستی میگن تو یک بد ساینتیست بودی چرا بعد محاسبات آماریت غلط بوده نمونه هات مثلا دابلی بلایند نبوده و قصلا در همون حوزه علم داشتی بازی میکردی ولی عوضی که با پا بازی بکنی تو پا با دست گرفتی بازی کردی اگر داری فوتبال بازی میکنی باید با پا بازی کنی م? والیبال بازی میکنی یه شیوه دیگه داره پس ما بین گود ساینس و بد ساینس هم باید چیکار بکنیم تمایز قائل بشیم و در داستان دیمارکیشن برای ما های اهمیت هستش داستان این که آقا علم یک چیز واحد و یک بدنه منسجمی داره یا نداره اگر شما پوزیتیویست منطقی باشید میگید که علم یک بدنه واحد داره اگر نباشید رلاتیویست باشید میگید نه طرفدار فایر آبند باشید میگید آقا anything goes هر چیزی در علم ممکن هستش این یکاهای دمارکیشن رو من در کجا بذارم روی گزاره‌ها بذارم روی ها بذارم روی پرکتیس هم بذارم روی کجا باید بگذارم یه زده بقول معروف حالا اینا رد بشیم و این منطق دیمارکشن آیا من میتونم یک 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 عدد گزاره نظریه یک حرفی رو پیدا بکنم که به عنوان تیغ بکشم بیرون و بگم آ تو سودو ساینسی تو سودا ساینس نیستی، بفرما. یه دونه. یا نه، من مجبور هستم که بیام یک سری، چند تا معیارهایی رو پیدا بکنم که تک تک منفردن ضروری در جمع کافی چون شرایط لازم و کافی رو باید برقرار بکنیم دیگه. خب، کدوم از این داستان ها هستش؟ خب ببینیم که چه راهلایی بوده ساده ترین راهلی که از ابتدا بودش که خصوصا از دوره حلقه وین و عرض به حضور شما که پوزیتویست منطقی به بعد اومد این بودش که علم نه سود و ساینس و از اون مهمتر نه متافیزیک چون درد و داغ جماعت پوزیتیویست منطقی متافیزیک بودش دیگه خب بر اساس یک روش تجربیه روش غیر تجربی ما نداریم با خواب و خیال نیستش یه روش تجربی رو من باید داشته باشم یعنی چی توی صحبت هایی که من دیدم پخش شدهش بود یعنی از استقرا من باید استفاده بکنم استنتاج ندارم چند تا نمونه رو باید بذارم و تعمیمش بدم خب حالا شما به من بگید فرق آسترونومی با آسترولوژی فرق طالبینی با ستاره شناسی چیه؟ بر اساس این تعریفی که اشاره شد فرقش رو میتونید بگید؟ اونم هم استقراییه یعنی آسترونومی استقراییه آسترولوژی هم استقراییه روش اون روش داره اینم روش داره تجهیزات این تجهیزات داره اونم تجهیزات داره تلسکوپ داره تلسکوپ داره استرلاب داره استرلاب داره جفتشو میشه نقص کرد من الان به شما میگم این خودکاری که دستتونه حاصل چرخش مریخ دور مثلا صورت فلکی حمله اص... یه چیزی رو گفتن اثبات اینو داشته باشید اثبات خب حرفی رو که من به عنوان طالبین زدم میبرمش روش تجربیشم پیاده میکنم دیگه استولاب میذارم و فلان و زیج و همینا داره نقشه صبر فلکی هم میذارم پس چه فرقی هستش کامیونیتی کامیونیتی هم دارن مگه ندارن طالبین ابتال پذیری تکرار پذیری. من مثلا میام میگم آقا قمر در برج اغرب که رفت هر کی دنیا بیاد مغروره تکرار دیگه نیست قانون اعداد بزرگه دیگه تو این جمع الان چند تا فروردینی مغرور داریم قانون شما اینو ببریدش در یه سطح میلیونی ببریدش در یک سطح میلیاردی برترتیب ترتیب یه چیزی درش پیدا میشه پس ببینید صحبت من اینه این یه راه باریکیه مواظب باشید من باید بفهمم آسترونومی چه فرقی به آسترولوژی داره تو این شیوه ای که لوجیکال پوزیتیویستا میگفتن پوزیتیویستای منطقی میگفتن جواب من نمیگیرم خب کار پوپر بزرگ معروف ترین فیلسوف علم اینو متوجه شد البته یه دغدغه بنیادی تر داشت و اون داستان استقرا بود پوپر یعنی جماعت مثل ما بیکاری که تو فلسفه سر کله زدن میزنن از زمان هیوم به این نتیجه رسیده بودن که استقرا خطرناکه اون میگه آقا هر روز تو دیدی آفتاب در میاد از کجا مطمئنی فردا در میاد کی به تو گفته تو از کجا میدونی یه پروژه داشت دغدغه پوپر در اصل این بود که بیاد این داستان استقرار رو حل و فصل بکنه و بگه که آقا چیه تو اسلاید بعدی به اون میپردازم اما تا زمانی که علم مطرحه پوپر گفتش که آقا علم خوب چه علمی است اون سالهایی بودش که نسبیت عام آینشتاین آینشتاین بزرگ مطرح شده بود سال 1919 آرتور ادینگتون رفت و این خورشید گرفتگی رو دید حالا حواشی که درش هستش رو من کار ندارم نهایتا یه اثبات تجربی شد که آقا میدان گرانشی باعث چه میشود؟ خم کردن نور میشه پوپر گفتش که خب این حرفی که انشتین داره میزنه چه ویژگی داره؟ ویژگیش اینه که با تمام وجودش داره میپره تو استخر پر از سوسمار آزمون تجربی نمیگه یه دومش دو رو من میذارم یه سومش رو نمیذارم کل همش میپره میره در دهان چی؟ این سوسمارای موزی یا میخورنش یا میاد بیرون پس یه تفاوتی هستش یه سری پیشبینی ها داره میکنه که میتونه جواب بده میتونه جواب نده یه سری توصیفات داره ارائه میکنه تبین ها ارائه میکنه که میتونه درست باشه میتونه غلط باشه در مقابلش گفت چه چیزایی رو ما داری؟ روانکاوی فرویدی آیا روانکاوی علمه یا نیست؟ God knows خب پاپر گفتش که آقا شما به فروید میگی که این رامبوت چرا آدم بدیه؟ یعنی این عقده ادیب داره خب این چرا آدم خوبیه؟ این هم عقده ادیب داره. بسیار روانشناسی جناب ادلر. مثال معروف دیگه. یه بابایی داره رد میشه. میبینی یه بچه افتاده تو آب دریا. از بالای صخره شیرجه بزن شزم. بچه رو نجات بده. چرا یه همچین کاری کرد؟ این یه عقده تحقیری داشته اینجا میخواسته خودش رو بروز بده خودش بیا آقا حل من مبارز از اون منم شما میتونید بیاید اینو تفسیرش بکن این یه آدمی بوده خار و خفیف و تحقیر شده میخواسته اینجوری چیکار بکنه خودش رو بزرگ جلوه بده یعنی از هر ور برید ما این حرف ممکنه باب میله خیلی نباشه تو این جریان های جدید نظریه مارکسیستی تاریخ شما نظریه مارکسیستی تاریخ رو هر جوری به چرخونید مثل بارباپاپا پا عوض میشه بارباپاپا پا یادتونه دیدید یه کارتونی بودش عوض میشد بارباپاپا عوض میشد این چیزایی که پوپر داره میگه نظریه تاریخی مارکسیسم روانکاوی فرویدی و عرض به حضور شما روانشناسی فردی آدلر اینا همه این بار با پاپان اما اون داستان جناب انشتن بزرگ نه این عوض نمیشه. این یه چارچوب مشخص داره میپرم تو دهنه سوس پس میاد میگه آقا اینا یه فرقایی با هم دیگه دارن. فرقاشون کجاست؟ فرمودن اثبات تیوری. اثبات خیلی ساده است. خیلی خیلی ساده. مثال معروفی که یکی از حضرات هم اشاره کرد توی یکی از این ویدئوهایی که بودش من صبح پا میشم نگاه میکنم یه برکه خیلی خوشگل جلوی خونمون هستش خواب و خیالها قوهای سپیدی متعلق به خاندان سلطنت بریتانیا میچرخن فردا پس فردا تا آخر عمرم بچه های من بچه های بچه های من چی میبینم قوی سفید میبینم نتیجه میگیرم تمامی قوهای عالم چی هم؟ سفید سفیدم بعد یه موجود موزی بلند میشه با کشتی راه میفته میره یه جای اونور دنیا شیش ماه رو آب استرالیا چشش باز میکنه ای! اینا که قوها سیاه هنگی. و چه شد این بچه فامیل دور میگفت چه شد چه شد من هی نگاه میکنم میگم کلاقی که دم خونه من قارقار قار میکنه سیاه 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 سیاهه، تمام کلاق عالم سیاه استقرار دارم میکنم ها مثل استقرار ریاضی دیگه بعد یه روزی میرم در جنگل شیروود بغل رابین هود یا ای این کلاقی که سفید ازم هم در اومد که این از کجا پیدا شد اثبات خیلی ساده است خب همه چیزی رو میشه اثبات کرد اما افتاد مشکل ها. پس شاهد در واقع تایید کننده شاهدی که در واقع واسه کانفر میگه من هست تنها مادامی قابل قبوله که نتیجه یک کوشش سخت طاقت فرسایی باشه برای ابطال کردنش ما در علم هیچ وقت دنبال اثباته نمیریم ما اصلا عشقمون هستش که پوز هم رو بزنیم شما یه نظریه میدید که آقا زمین تخته من عشقم میده که اینو بزنم لتوپار بکنم شما یه نظریه میدید که آقا سرعت نور ثابته هست من عشقم که میرزم لتوپار پار بکنم 1905 آنشتن مقاله داده که آقا سرعت نور ثابته هنوز که هنوزه ملت میزنن تو سر خودشون که بگن نه این حرف غلطه آزمایش پشت آزمایش آزمایش پشت آزمایش پس این یکی دیگه از شروط میتونه باشه نظریه هایی که بهترن ممانعت های بیشتری رو فراهم میکنن گل و گشاد نیستن ها نمیگن آقا تشریف بیار تو نه چفت و در و بست و قفل و زنجیر و داغه درفش زیادی دارن نمیذارن همه چیز بیاد تو همه چیز بره بیرون ما جماعتی که در حوزه علم سر کله داره میزنیم محافظه کاریم کانسروتیویم لیبرال نیستیم دست و پامون میلرزه یه تغییری رو انجام بدیم به سختی این کارا رو انجام میدیم ممانعت داریم برای خودمون صد برای خودمون درست میکنیم اینطور نیستش که آقا بله این داروی فاموتیدینه اینو واسه سردرد بخورم نه پدرم مرزیده این مال میده آقا اینو واسه پادرد بخوام نه آقا این واسه معده است آقا بله این اساره گل کوهی رو واسه سردرد بخوام بله بخو عالی پام کهیر زده ها دوای دردت اینجاست عطاریا دیدید یه لیست کرده لامروت به اندازه کل یه بیمارستان فوق تخصصی با دو تا علف درمان میکنه چرا؟ چون این ممانعته رو نداره اون آدمی که تو این وادی داره میچرخه ممکن من منکری نیستم که اون اساره شیمیایی ماده شیمیایی که همطور که اشاره کردن طبیعیه با مصنوعیش هیچ فرق نمیکنه از منظر منی که شیمی خوندم ها؟ هیچ تفاوتی نمیکنه ساختار همون ساخته ممکنه بیا درمان بکنه ولی به شرطها و شروطها ها همجوری نیستش که ولنگو باز باشم پس این یکی دیگه از معیارهایی هستش که من باید لحاظ بکنم عدم تکرار پذیری یک نظریه شر فضیلتش نیست نظریه باید بتونه رد بشه باید بتونه رد بشه در غیر این صورت این اصلا نظریه علمی نیستش آقا یه حرف حرفه مثل اینکه من الان بیام بگم آقا هر کسی رو اینجا راه بره دو ثانیه بعد صد میلیارد دلار تو جیب پسر خالشه. این باید بتونه رد بشه تستیبلیتی یا ابتال پذیری درجه بندی داره به درجات پیش میادش و تو بحث قبلی دکتر آریان هم بودش چیزهایی که اصطلاحاً کارخوردی هن ادهاکن من میتونم بیام برای نجات یک نظریه که دارم میدم استفاده بکنم اما این عامل شره من میتونم بیام اگر اون متخصص استاد ژنتیکی که راجع به جیوموها ها داره حرف میزنه رو به چالش بکشم و همونطوری که مثال های مختلفش رو آوردم بگه نه حالا اینو ببین اینو ولش کن میرم سراغ این اگر این از این سمت بیای حرف من درست میشه اینا ادهاکه اینا کارخوردیه همین الان کار من را بندازه اما اینا برای یک نظریه و نظریه پردا سمه من نمیتونم بیام ممکنه همون آن نجات بدم دو ثانیه بعد یه کسی دیگه از تایون اون سالن یه حرف دیگه میزنه من مجبورم یه ادها که دیگه پیدا بکنم پس بنابراین این رو هم تا یک آه اوکی اوکی خب از پشت صحنه اختار دادن که آقا زیاد بر اما فالسیفیکیشن چیه فالسیفیکیشنی که در واقع ابطال پذیری که پاپر داره میگه این هستش که اگر با این چیز منطقی آشنا داشتید با رفع تالیه میگه اگر یه گزاره دارم یه نتیجه به من میده اگر نتیجم جور در نیومد پس بنابراین این گزاره هم, چیه؟ نیست مودست تولنس دیگه پ دن کیو نات کیو دن نات پی خب ابطال میکنم من من میگم آب در سطح دریا در فشار یک اتمسفر در صد درجه سانتیگراد باید بجوشه اگر رفتم این تست رو کردم و در صد درجه سانتیگراد نجوشی چی پس اون مقدمی که بستم غلطه میام میگم آب همیشه در 100 درجه سانتیگراد میجوشد سه سود دست منو میگیری میگه آقا ببریم قوله توچال تو همین سطح تهرون بردو بریم دم خلیج فارس حالا اصلا بهش کار ندارم همه آب همه آب، آبه آب. آب،, آب پس این قاعده کلی رو من نمیتونم بگم آب در همه جهان صد درجه سانتیگراد میجوشه استقرار رو نمیتونم پیاده بکنم با این کاری که کرد دوم به استقرارم چیت چرا؟ چون من دارم میگم پ دن کیو نات کیو دن پی، این دیداکشنه، این قیاسه این استقرا نیست پس مسئله استقرای هیوم رو هم گفت آقا من حل کردم و واقعا حل کرد واقعا حل کرده خب یکی از دستاوردهای بزرگ پوپر همینه یه مسئله تقریبا 300 ساله رو تونست حل بکنه کل حرفش اینه که آقا اگر یه گزاره از لحاظ منطقی ابطال پذیر باشه تنها و تنها در صورتی که if and only if ها اون ای اف افی که هستش if and only if دست کم یه گزاره هستش که با این نمیخونه دست کم ها من میگم آب در همه جهان در صد درجه سانتیگراد میجوشه یه گزاره واسه من میتونی پیدا بکنی همه قوهای عالم سفیدن یه گزاره واسه من پیدا میکنی همه کلاق سیاهن یه گزاره این برج آجو میکشید به راحتی پایین ابطال به مراتب راحت تره خب شما یه برج آجی رو که هزاران هزار سال ساختید مورد, مورد 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 یه دون یه دون یک, دون یک عدد یک عدد مثال خلاف بیارید بکشیدش پایین خب این در واقع فالسیفیکیشن کرایتریان هستش دیگه این معیار عرض به حضور شما که ابطال پذیری پوپره اما اینجا هم افتاد مشکل ها خیلی از مواردی که سودو ساینسی هستش شامل گزاره های فالسیفای بلن. طالبینی که گفتم طالبینی یه سری حرفا داره میزنه یه سری گزاره‌ها داره میده پرکتیس داره تئوری داره همه چیز داره همه چیز داره این ور میز طالبینی استرولوژی این ور میز چیه استرونومی چرا من به این میگم شبه علم به این نمیگم شبه علم این گزاره هاش چیه اینم فالسیفای بله اینم گزاره هاش فالسیفای بله من میام میگم آقا قمر در اغرب برود طرف پولدار میشه تست میکنی ببینیم نه نشد پس چی شد؟ ابتال شد آیا باید به استرولوژی بگم علم؟ پس اینجا یه مقدار ما باید زنگ خطره کم 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 داره چیه؟ صداش در میادش خدمت شما عرض شد که اینجا لیست کردم حالا یه دوستان خواستن میبینن که آقا مثلا تستبیلیتی داره از لحاظ آماری حرفایی که زده رد شده پس بنابراین من میتونم بگم که آسترولوژی علمه، ولی خب نیست ساینس نیست یا مثلا این کسایی که کریشنیست هستن دیگه یه سری شما مییاید میگه آقا حرفی که شما داری میزنی که یک خدایی اومده این جهان رو خلق کرده این قابل اثبات نیست کی میتونه اثباتش بکنه هیچکس خب پس شما این رو در حوزه علم نمیتونی بیاری میان میگن که آه ببین اونا ولش کن ما یه سری هستیم تحت عنوان یانگ ارس زمین جوان یانگ ارس یا چی میگن؟ میگن آقا مطابق سند انجیلی این زمین شیش هزار سال عمر داره این قابل آزمون هستش دیگه نیست؟ هست؟ خب من میام میام چیکار میکنم سنیابی رادیواکتیو میکنم میگم آقا زمین چهار میلیارد ساله پس حرف این بابام رد میشه از لحاظ چیز آیا نبذارم جزو علم اینا رو هم ولش کنیم اینا رو هم ولش کنیم وقت تمومه تا دستگیرمون نکردن خب اینا رو ولش کنیم گفتم از ویتگنشتاین یاری به طلبی آقای ماسیمو پیلیوچی یه پیشنهادی میده میاد میگه اگر من یه نمودار بکشم دانش تجربی رو بر اساس درک نظری تو محور طول ها و محور عرض‌ها. تو محور عرض هم میذارم دانش تجربی میذارم تو محور طول هام درک نظری رو میذارم میگه اگر من اینا رو بیام بکشم بعد بیام تقسیم بندی بکنم بگم که مثلا روانشناسی کجا قرار میگیره طالبینی کجا قرار میگیره نظر ریسمان کجا قرار میگیره فیزیک ذرات بنیادی کجا قرار میگیره از گوشه سمت راست بالا نگاه بکنید فیزیک ذرات بنیادی من یک تئوری سفت و سخت دارم ها روز به روز در حال سر کله زدن همین چند وقت پیش هفته پیش بود انگار مرحوم هیگز دار رحمت نارفانی رو چیز کرد چی میگن بهش رها کرد و رفت و اینا شست سال هفتاد سال نظر پردازی صورت گرفته، خب پس یه نظر پردازی سفت و سخت من دارم خب واسه این استرینگ تیوری هم همینه یه نظریه پردازی خیلی سفت و سخت دارم که میتونه بیاد بگه ها یه ریاضیات سطحالی وحشتناک دارم تفاوتشون در کجاست امپریکال نالج خب برای فیزیک ذرات بنیادی من یه دانش چی دارم تجربه قوی دارم انواع اقسام شتاب دهنده در صورت زمین از سرن قول بگیرید کار میکنه تا فرمی لب ها واسه من هی داره دیت تجربی تولید میکنه مدل رو رد میکنه مدل رو تایید میکنه مدل رو رد میکنه پس بنابر این این میره اون گوشه بالا تو صدر میشینه برای جناب استرینگ فیزیک چی نمیتونم گفتن یه دونه شتاب دهنده در همون سر میخواد ساخته بشه 100 کیلومتر طولش باشه شاید پس این هم به قول معروف خدمت شما و ختم کلام سخن ریچارد فایمن بزرگ کمابیش حرف پوزیتیویستیه میمخشید ولی کن داره میگه آقا مهم نیست که تو کی هستی بابات کیه ننت کیه ریاضیات چقدر خوبه نظر پردازی چقدر عالیه نوبل بردی نبردی کجا این عالم قرار گرفتی حرفی که میزنی با تجربه نخونه چندر قاز نمیارزه امیدوارم سرتون درد نگرفته باشه و همین مرسی